بنده در خانهتون در مزار شریف شما حرفای درباره آقای دوستم مطرح کردید. حالا روشتون با آقای دوستم چگونه است؟ ما فعلا قضا آقای دوستم تماس ندارم. ما از امروز که شبرغان آمدم مزار تال تماس ندارم. ما امروز شبرغان که ما در مزار آمدم، حکومت مرکزی، حکومت محلی مزار شریف تماس داشتم آمدم. حالا اساس در مزار شریف هستیم، با ما کس مزاحم نشده. ما تماس ندارم. آقای دوستم در شبرغان بسیار خراب است. یعنی شبرغان اگر نشه بگیره یک کلان گپ هستیم. گفتن میشه که شما در انتخابات که گذشت شما قربانی سیاسی شدید. جریان ها جریانی که پیش از شما بودید بودید شما را قربانی سیاست ها کرده، چون چیزی را شما تایید میکنید میپذیرید چی میگین در بارش؟ قربانی سیاست بله، من در شمال قربانی شده شدم که دستم بزرگای شمال، چون که دیده نمیتونست که قیصری آمده مردمی را دوست داره، چون که مردم شمال شما شهر خوستان مزار ما را زن و مرز دوست داره، میاد پیش ما میشنه مشکلاتش میگه، اما در دل میکنه، چون که مشکلات در مزار خیلی زیاد است. شما رسانا میشنم که اقلا داخل شهر امین نیستن. شما خوب میفهمین که حتی همه دکاندارا، همه تاجرا، صرافا، همه سرایبانا، ایس کس امین نیستن. اونا مشکلات زیاد است. ما عرضات مزار شریف قطع مردم، دوستا، بزرگا، کلانترا، عربابا ملاقات داره میبینم. مشکل خیلی زیاد است. خود مزار شریف زیاد است. بعد از رئیس صاحب جامعه خواهش میکنم که یک خصوصا در مزار شریف شما شب یک دید خاص بکنه که اگر این کار نشوه در نظر ما شما شب خصوصا مزار حالت از این قدم خراب میشه. قیصری صاحب شما در جبهه جنگ با طالبان قرار داشتین، در برابر طالبان سالهای سال جنگ دیدین و در عراق خرافات هم دادین، چه فکر میکنین طالبان با همین گونه‌ای که میرن همین روندی که آمده را به خاطر پایان جنگ در افغانستان به خاطر آمدن صلح صلح افغانستان نتیجه بده دید کنیتون چی از نظرتون همین روندی که ادامه داره میتونه افغانستان را سرمنزل مقصود رسانه به صلح برسانه؟ صلح به همه تشنه صلح است، همه جوان ها که سیستت بیدن همیش اکثر مردم افغانستان تشنه سل است. سل بیا سل با عزت، نه که سل اماراتی بیا هیچ کس قبول نداره. من شخصا هم یک قطره خون داشته باشم اینو قبول نمیکنم. سال اماراتی را سر ما شما ری جمهور دارم، قانون دارم، وزیر دارم، همه چیز دارم. ها بیا قطع حکومت ما شما جرامات کنه، این قانون ما شماست، مردم ما شماست. ما فکر نمی کنم که 90% مردم طرفدار امارات باشه. ما امارات کس قبول نمیکنه، ما شخصا هیچ قبول ندارم، قبول نمیکنه. قیصری صاحب در علاقل در 6 ماه یا 8 ماه پسین در صفحات شمال در کاریاب و جازیان و کجا نیروپردی که افغانستان بشه در تلفات در تخار، در برشان، علاقل در جاویجان و آبواه تلفات ده ها نیروپردی افغانستان بودیم، شما در صدد بسیج مردم نبودیم برای که مردم از چند بار طالبان رو جات بدیم یا از این وضعیت رو جات بدیم از وضعیت حکومتی که پیش آمده؟ بله 6 ماه میشه، 7 ماه میشه من شبرغان آمدم در مزار شریف، در خانه هستم. اونجا ما یک 10-15 نفر گارد دارم، امنیت خودم. ما از چون که نمیتونم که برم مقابل طالبان شوم تا حکومت مرکزی خصوصا وزارت دفاع و وزارت داخله من رسما ما نکنه یک پشت چی نکنه، ما طالب جنگ کرده نمیتونم. یکی هم که نام شمال خوب است که پیلن ما و شما یک جوان مبارز قماندان قدر شاهین جنرال علیزی خوب شده که در شمال ایزان شده بود، اینم اونجا تعیین شده بود. اگر این آدم نمی بود بسیار خراب می شد دیگه. از حالت ما و شما بیر می شدم. خوب است که شانس ما و شما این جنرال بسیار جوان جواجه کرده در قدر دی شاهین بسیار دین شاهین کم آزیاد خوب است. اگر این نباشه بسیار زیاد خراب می شد. تلاش هایی که پیش از شما داشتیم در برابر طالبان می جنگیدیم در هماهنگی با حکومت مرکزی انجام میشد همش؟ بله ما طالبا که میجنگیدیم ما رسما ولسوالی قیصر، امنیه ولسوالی قیصر ما سرپرست بودیم. از طرف وزیر داخله ما بله ما حکومت مرکزی حمایت میشدیم، ما مقابل طالب جای میکردیم. همه دیدین که شما رسانه میشدیم که قیصر همیشه در مقابل طالب ایستاده شده بود. شب و روز ما از پاره حرکت میکرد میرفت تو مالمار، از مالمار میکرد میرفت قیصر، تا ورماش ما متلکی میرفتم. از میمنه میمدم تنخی متلکی میمدم، تهره بایش نمادم دامس مزار یا تنخی یا جاو جنگ میمدم، اصلا ما تهره نمادم متلکی قطع میمدم.
قطر در صورت ادامه جنگ، در صورت شدت گرفتن جنگ در شمال افغانستان، شما به صفت کسی که پایگاه مردمی دارید در شمال افغانستان چه کار میکنید؟ در صورت که شمال افغانستان به نتیجه نرسد؟ ما هم به نام خاطر که هم بشتری سای مرد دوال کرده هم خاطری هم آمدیم که قطع بزرگ صحبت کنم که اگر شرایط افغانستان خصوصا شمال اگر یه رقم باشه ما شمالات بعد سفری کنم نه باید قطع بزرگ گفت بزنم خصوصا قطره جامور ما شاید ببنم و شاید مشاورش ببنم مشاورش هم چندش دیدم هم صحبت همون بود که حکومت مرکزی رسما ما را اعزام کنه به صفت یک عسکر ما آمده هستم که مقابل هر ترولوس، دایش، طالب ما هر کس که مقابل حکومت ما و شما هست ما ایستاده هستم. تشکر. و یک سوال آخرم به کسی رسد من میپرسم که بیشتر بحث ها و ممانعت هایی که در برابر شما از طرف حکومت به میان آمده علت های حکومتی گفته که آقای قیصاری متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول است، آقای قیصاری متهم به آزار و اذیت مردم است، متهم به غصب زمین است و متهم به فساد است و در کنار اون بحث بزرگی را که اینا مطرح میکنن جنایت های بشری است. یکی هست اصلا همش توطئه است، دست است. حکومت مرکزی خوب پامیده درک کرده که ما نه غصب زمین هستم، نه زورمند هستم، نه غیر مسئله دارم. گفتم پیشتر باشم 15 نفر مسئله دارم، گارد ماست، امنیت ماست. ما یک شناخته در افغانستان مرا میشناسه، حتی خارجی مرا میشناسه. ما حق دارم که 10-20 نفر خودم پیشم گارد نگاه کنم که ما را طالب میزنه. هیچ کس نزد ما را پاکستان میزنه. ما زد پاکستان هستم. ما زد ایران هستم. ما را میزنه، انتحار میکنه. ما امنیت خودم میگیرم. سال دیگه شاید سالم نشده باشه که از طرف حکومت نیروهای ویژه بودن با تمام امکانات نظامی سرخانی شما حمله شد و این حمله به نحو مردم انتظاری نداشتن و شما شاید انتظاری نداشته باشین که همچین برخورد از طرف حکومت شود، به خاطر که شما چند ماه پس از زندانی شدن تا از طرف حکومت آزاد شدید و بعد از او گفته میشد که متهم هستید به غصب زمین و جنایات بشری. آیا از حکومت خواستیم کمی درباره چگونگی امی عملیات برتون پاسخ بدن و فکر میکنین علت این عملیات چی بود؟ ما خود همه خبر هستیم که او را املاک سر ما او را کس پر کدر نمیتونم، ما پر کدر نمیتونم املا شد. ما فکر میکنم که حکومت مرکزی خصوصا رئیس جمهور خبر نبوده از این املا. حکومت محلی مزار این دسته را جور کرده بوده، خودشان خوب مسا شد، یعنی به کارشان شکست خورد. به نظر ما حکومت مرکزی خصوصا رئیس جمهور خبر نبوده. خب ولی به نحوه به شما صدمه زد و مجبور شدین که یک ولایت را ترک کنین، تلفات داشتین، مردم به قربانی دادن. خواست شما از حکومت همی بود که بحث بررسی شود و ای که آیا یک ولایت بدون هماهنگی با مرکز میتونه که با همچین امکانات نظامی سرخانه یک فرمانده مردمی حمله کنند؟ اینه او را باید ما چند دو ماه سه ماه پیش هم قطعی طول نیست صحبت کرده بودم، باید رئیس جمهور خصوصا باید این کار را بررسی کنه و خواهش می کنم باید بررسی کنه که چرا این حمله شد. طبعا ما یک شهروند افغان هستم، باید بررسی و چرا این کار شده. 6 نفر شهید شد، تقریبا از ما چند نفر زخمی شد، ارگانهای دولتی هم شاید زخمی داشته باشد که مشکل داشته باشه. این را ما خصوصا از رئیس جامعه خواهش میکنم این موضوع را باید بررسی کنم. فکر نمی کنیم یک نوع برخورد سیاسی بوده در این قسمت؟ بله، ما این را میگم که برخورد سیاسی بوده. بزرگ شمال، شمال شرق، بزرگ شمال میگه ما صاحب شمال هستم. بعضی هسته که این توطئه را سر ما کرد خودشان ناکام بوده. مشخصا هست دیگه، یکی دوتا هست که میگه ما صاحب شمال هستم، صاحب منطقه هستم، خودتان میفهمه دیگه. ما چی نام بگیرم خودشان شکست کرد، پلانشان خوب شد. تشکر. و نمیفهمم در جریان گزارش ها هستیم که حکومت به نحو گپایی است که تلاش میکنند دوباره ما بحث نیرومندسازی نیروهای خیزش مردمی را و ملیشه سازی ها را در بلاتا تقویت بکنند.
ما از بغلان گزارش داشتیم که حدود 1000 نفر مسلح شدن. از سر پل مردم نگران بودن که قماندانای احزاب جهادی مسلح شدن در برابر مردم اینا زور وحشت میکنن و بعضی ولایت های دیگر مثل ولایت های کاپیسا و اینا ما گزارش داریم. ما دار ملیشه سازی هستیم. همچین بحثایی در ولایت هایی که شما در اونجا نفوذ داره مطرح هست یا هست؟ ما از این کار خبر نیستم. چوکات قانون اگر حکومت اعتماد کنن از طریق وزارت داخله، از طریق وزارت دفاع، من در این کار آمده هستم، طلبدار هستم که باید در این را اعتماد کنن به شرط چوکات قانون. نه که هر کس سر به خود کار بکنه، من از طلبدار نیستم. هر کس سر قماندان 100 نفر، 100 نفر، 500 نفر یا میگه بزرگ شمال هستم 1000 نفر مسئله کنه، دل شرطی چی بخواه بکنه، من این طلبدار نیستم. همچین بحث های در ولایت هایی که شما در اونجا نفوذ دارید مطرح شده، هم سپاهی ها یا نیروهای هستن که مسلح شده باشن از طرف حکومت؟ حکومت نه، تال ما خبر نیستم، تال ما ندیدم. اگر بخواید حکومت این کار نفع ما شماست، نفع افغانستان است، نفع شمال است که نیروهای مردم چوکات قانون بیار، ماش تعیین کنه، ماش آشایش بده، قانونی یک نفر سرفراز جای کنه، این بسیار نفع ما شما میشه، نفع دولت میشه، نفع مردم میشه. این همه رقم اگر طالب ها بزنه، طالب اگر سرکوب کنه، در این تاریخ میتونه زده. ما خودم حاضر آمده هستم که طالب ها باید سرکوب شده. تشکر. و بحث دیگر که مطرح میشه در بین سوال ای است که پس از او عملیات گفته میشد از طرف مقام های حکومتی که آقای قیصاری پرونده داره به سارنوالی زیر تعقیب امنیت ملی است و باید بازداشت شود. پس از او عملیات همچین بحث های با شما مطرح شد، آل کدام ممانعت برتان ایجاد میکنن محدودیتی که شما با مردم دیدار داشته باشید به ولایت ها سفر کنید؟ نه، ما بخوایم هر ولایت افغانستان رفته میتونم، چون که شهروند افغانستان هستم، افغانیستم. ما نه تابعیت خارجی دارم، نه تابعیت دیگه کشور دارم. ما خودم از افغان هستم، پدرم افغان است، مادرم افغان است، خودم افغان هستم. میتونم هر کشور، هر ولایت افغانستان میتونم، حال قندارم برو مرام شهر استقبال کنم مردم قندار، از جلاوت هم برو مرام استقبال کنم، کابل هم مرام استقبال کرد، از مردم کابل بسیار تشکر میکنم که من در یک هفته میشه اینجا هستم، بسیار استقبال خاص کرد. ما بسیار تشکر میکنم از مردم کابل، خصوصا مردم کابل، از بشار سایه ما را مهمان نوازی کرد، از بسیار تشکر میکنم. ما هر کشور، هر ولایت رفته میتونم، شاید برم پروان، چهارکار، پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، اندراب، برم در ایرات، برم در جلال آباد، میتونم ما رفته با من کسی مزایی نشده. درست. و این که چند مدتی را که از رودرویی با طالبا دور بودیم چه تاثیر گذاشته امنیت شمال؟ ما که در روبروی طالبا همه میفهمم، خود رئیس جمهور میفهمم، خود بزرگای رهبری افغانستان میفهمم که ما زید طالبانیستم، ما زید دایش هستم. طبعا ما که یک مدت کابل آمدم، یک مدت مزار شریف بودم، شمال خودستان، پاریا، جادیجان، سرپل بسیار امنیتی بد شده. اقلا شهرها بند است، دو سال میشه شهرهای جادیجان، پاریا بند است. اولی ما یک گفته بودیم و گفه راست گفتیم. جنرال دوستم کدام ابتکار دیگر ندارم، دروغگویی خوش نمیه، کدام نتاکم نیستیم، تحصیلات عالی یکانتا میگه، لیکن تجربه خوب کپی مردم داری نداریم. همونجا خوب گفتیم اعضای پر افتخاره سیومین مجمع عمومی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، آن تعداد معدودی که حزب ترک کردن امروز در پالی شما نیست، در شرایط فعلی نمیتونن با شما باشن، اونا هر جایی که قدرت از صرفت از دونجا هستن. ما دل بعضی ها خوش میخوره بد میخوره، واقعیت هست. روزی که جنرال دوستم تانگ داشت، جنرال دوستم والی ها را انتخاب میکرد، از شاروالش هم ما خبر نبودیم. جنرال دوستم که تون تون پیسه را در دیپو جا با جا میکرد و پیسه را با تون توزیع میکرد، او روز هر شب جنرال دوستم را خواه میدید هر شب ما تو را خواب میدیم، ما تو را خواب میدیم. سر تو یک تاج ماندگی هست، سر تو خوش بگم
دولت خوشش داشته حال جرازه تو من خواهم بیدید اگه آدم در زندگی زده میدید در پیام خود گفته بوده ما قطب نوشته که امره و برفتن از اونا گفته بوده حزب تا قوی و قوی تر میشه متوجه شده؟ ما یک بچه ما از ترکیه از گزنگ میزنه اتا نمه دیزن اغلم شو بر کماندانی باره کرد کم سیز یخش کوره کرد و شو آخرگه شو ماده رهبر سیاسی او نمارده من گفت بلده بر کمانده کنده کمانده آنم ایتم اغلم هشو بر باشی آلنگش کی رده دیده برتا باده دیش گفت رده بر بر ماده منده بسیدم او اغلم کمانده آنم از او مولاسه نتب الله دیدم متوازی بگیرم منم منده مردم آقا بگن اینجا مردم توشی نده اینجا هم نگفته بلده کرن یاش بکلان متوازیه همین به توغری گفته ایتیم اولانه بو مگانه منن هیت قاوه بلده دیشم ده مناسه ده من مانا منده غلامالارم با مانا منده روشا فکرلارم با مانا منده جوانلارم با مانا خانه صحبت مانا منده تحلیلگرای سیاسی پترام دهی رفقلارم همسنگلارم با منده سرایده برکیچه بر میمان خارجه سین دیدی شو مغلا صاحبلر میرن شو جوانلرن کنه کن تربیه کن اما ایتم این مغلا صاحبلر تربیه کنم ملا ایمت می مغلا صاحبلر وزی بلد اما گفته سین جوانلر شو نمان ارگت دستن دیده بو جوانلر بر کتا کنم بس که بیشار را کوپنی کور کنم یا اینده وزی چی داده بلا کاما زیاد وقت شما را نمیگریم باز یک بار دیگر به نیست یک کلان شما سه بار کنگره از 16 سال پیش یک و 6 سال پیش یک دفعه و این حال روز سه شب می بود بخیال دو شب می بود چی بود دیروز باز شما ما را من حیث یک دفعه هم در چمن پاریاب با حضور داشته حد یقل 200 تا 200 هزار نفر این 200 لک نفر بود و علمای ما خدا بخشش همه اکثرت پاوت کردن ما را کمر ما را بسته کردن از زیر قرآن شریف تیر کرد جنرال دوستم ما با تو هستم ما را دعا دادن چهارم دفعه است که ما را به صفت کلان خودتان یک رهبر خودتان انتخاب میکنید مطمئن باشیم باور داشته باشیم شاید امتحان خدا داده باشیم اگر سر انسان سر یک انسان روز بد آمده باشه سر ما آمده یکان تا بابا میگه جنرال دوستم بسیار لاغر شدی ما بایدتم بجای جنرال دوستم باشه سکتم میکنه بسیاری هم همه لاغر هم باشیم زنده هستیم ما بایدتم خوش باشیم دعا کنیم باید خاطر جایی هست از همه علما، همه ریسپیدا، از همه جوانا، از همه همشیرا، خارا جای سپاسگزاری است. اعتمادی که با ما میکنین. شما مطمئن باشین ما امتحان خدا خواد داده باشیم. اما قول قراری که یا دعای شما را گرفتیم از دیگه به یک قدم هم عقب نامدیم. ما چطور قانون مشکنانیم؟ ما چطور خلاف نظام میشیم؟ ما چطور خلاف حکومت شده میتانیم؟ ما از خطر بودن طالبا زکی صاحب همین جهد زکی صاحب تمام دنیا را ما خبر کردیم در کمپیوتر زکی صاحب کلگی صفت کرد طالب خطر القاعده خطر هیچ کس نشونید گفت ما را وقتش هست ما پیش از ما گفتم اما رئیس صاحب دولت چند دفعه گفت داریم کرده ایتر این موقعیش هست دشمن یک سردرگومی قرار داره این مال چنده باید بگیریم. همال باید پاکستان خطی.
بیشینی مرد بک تفاهم برسی بیشینی مناره کجاست کجاست ملان بر کجاست اصحاما کجاست یکی هیچ کس نشنید آل نگرانی ما داد میزنیم چرا در پاریاب خوبترین جنبشی های ما یا خوبترین شخصیت های ما ترور میشن در انخوی چقدر ترور شد قومه انخوی ما اینجا باشم در شبرغان شما سایکن در شبرغان در زمانایی که اوازیس مثال خراب بوده سر فابریکه جرد کنه راکت پایر نمیشد راکت اونجا پایر میشه سر خوشه پای ما راکت زده بشه منگجه گلسوالی در میگره آرامترین جای افغانستان و ماینپالا را تیرباران میکنه کشته میره گلسوال ما را با کارت میزنه میکشه وزی امنیتی و در شمال شمال شرق هم خوب نیست ما خبر داریم در کجا چه فعالیت میکنم و خاطر قوم زیاد وقت شما را نمیگیریم باز یک بار دیگر و همه ایتان این سیومین مجمع کنگره حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با موفقیت انجامید و به همه ایتان از طریق شما به همه مردم به همه خواهانیم جنبش و اعضای پر افتخار جنبش و برخصوص اشتراک کنندگان سیومین کنگره حزب جنبش این از همین قلب باز تبریک میگم و هم جا داره که از زحمت زکی صاحب منشی صاحب اسماعیل نورالله خان در مجموع تدبیر یا کمیسیون تدبیر سیومین کنگره حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان این مرامنامه چندین ورق بود این خود به خود آمده نشد اساسنامه همچنان طرز عمل همچنان زحمت کشیدن شب روز و من هیسته کلانشان از خود از دیشان یک جهان تشکری میکنیم سپاسگزاری میکنیم همین زحمت گپشانه ملت مردم ما با شما روشن فکرا هستیم پیش برین و ایراز خستگی را در نظر نگیرین پیش برین ما مردم هستیم و حمایه شما آینده اگر ما تا نیستیم در حکومت سهم خوبتری بگیریم دیگه ما کی را ما خودم را ما رئیس جمهور میشیدیم وقت میشیدیم آینده کاندید ما کادرای ما شما هستیم ما از شما حمایت میکنیم جا دارد که از بچه های آینه زحمت کشیده سید انور سادت و جوانیش خیلی زحمت کشید و همه جای همه روزه تصمیم گیری های شما در دنیا انعکاس میکرد ما میفهم که تمام کشورها ایران میبینه هم صف میکنه جا داره از اینا هم تشکری کنیم سپاسگزاری کنیم از همه گی شما بالخصوص مولا و صاحبای ما علمای ما آمدن و جنبید به کنگره اشتراک کردن و خوب نظر مشوره به ما دادن از همه گیشان تشکر سپاسگزار به همه قوم ها رفتین سلامی ترامات ما را تقدیم تشکر